وقت اصلا نداریم، میریم که استراحتی کوتاهی میکنیم. شهرزاد سپانلوی عزیز در بخش بعدی برنامه مهمون برنامه ما خواهد بود. ستاره ست تا ترانه رو سر نسله با هم برابر. اگر که کور راه بود به هم نمی رسیم ما، چاره ای جز فاصله نیست. عهدی که بسته شده هستی به جای گله تا کبود و ساعت نشه ترمان رو لبای من. خب در خدمت شهرزاد سپانلوی عزیز هستم اینجا در استودیو و میخوام یک صحبت کوتاهی باهاشون داشته باشیم. خوبی شهرزاد جون؟ خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالیم که شما رو توی استودیو داریم. ممنون از دعوتتون. خواهش می‌کنم خسته نباشید. شما اومدین اروپا از لس آنجلس واسه یک کنسرت اومدین یا اینکه تفریح و کنسرت یا همه چی با هم؟ همه چی با هم. ما یه مقدار تعطیلات داشتیم و قرار شد که با بچه‌ها و اینا همه اومدیم اروپا. چه عالی. پدرم رو بعد از 12-13 سال دیدم در پاریس. آخه. و خلاصه دو تا کنسرت هم گذاشتم. کنسرت کجا بود؟ کنسرت در آلمان در آخن و یه دونم در آمستردام. پس لندن که میشه کنسرت؟ انشاءالله سال دیگه یه کنسرت اساسی درست. شهرزاد جون الان مشغول چه کاری هستین؟ حالا توی موسیقی، منظورم اینه که تلفتون چیه؟ آلبوم دارین درست میکنین؟ کار دارین درست میکنین؟ بله، من که همیشه در کنار زندگی هادیم روزمرم به فکر این هستم که راهنگای جدید یا آلبوم جدید کار بکنم و امیدوارم که واقعا در 6-7 ماه آینده یک آلبوم جدید به بازار. بسیار عالی. پس یه خبر خوب برای دوستان و طرفدارانتون، به خاطر اینکه ما چند روز پیش توی فیسبوک مراتو پلاس گفتیم که شما مهمان برنامه‌مون خواهیم بود و اکثر دوستان و طرفدارانتون گله داشتن از شما که چرا آلبوم ندادین، خبری ازتون نیست. آره. دلیلش چیه واقعا؟ من خودم از خودم گله دارم، ولی چند مسئله هستش. یکی این که من به خاطر مسئله خانوادگی دو تا دختر کوچیک دارم و اینا، سرم شلوغه، واقعا سرم شلوغه. بعد و به عنوان مادرم همه مسئولیت ها معمولا رو سر مادر هستش. درسته. و همچنین خب از نظر مالی هم میدونی آلبوم درست کردن اینا خیلی توی کار کردن توی مارکت این روزا خیلی سخته، مشکله، واقعا مشکله. برای همین طول میکشه و در کنارش هم من خود سخت گیرم. بله. اصلا همین... خواستم همین رو بگم. به نظر میاد که شما همین جوری باشین، سخت گیر باشین. یه مقدار سخت گیرم، ولی واقعا خب از این نظرم تو لس آنجلس بودن این فعلا این فرصت رو به من نداده که زیاد با تیپ آهنگسازا و شعرهایی که دلم میخواد کار بکنم. یعنی این حقیقته، میدونی؟ و من از راه دور الان دارم با دوستان کار میکنم، تو ایران، توی آلمان، ساناز زارستانی، ساسان آزادی که باهاشون کنسرت گذاشتم در اروپا، در آلمان زندگی میکنن و واقعا من سخت دارم دنبال کسایی میگردم که باهاشون یه مچ باشم. خب واقعا مهمه. سوالی که به من پیش اومد، ترانه های شما رو وقتی که من گوش میکنم اکثرا اجتماعی هن. درسته. اینو خودتون واقعا دوست دارین که متن آهنگاتون اجتماعی باشن یا اینکه
به خاطر اینکه واقعا آهنگی که خواننده میخونه باید یک حسی نسبت به اون داشته باشه. درسته؟ ببین من از همون موقعی هم که من تو گروه سیلویت اول بودم که حدود 14-15 سال پیش آهنگ خورشید خانم خب اونم اجتماعی بود، میدونی راجب زن بود. همه این نوع آهنگا رو من یه تأثیر خیلی زیادی میذاره و در خوندنش هم فکر میکنم بیشتر انرژی میذارم و حسش هم فرق داره. برای همین آره من خیلی اهمیت به مسائل اجتماعی و تو آهنگام هم بیشتر خب راجع به این مسائل میخونم و واقعا هم زیبا هستن. تیم آلبوم جدیدتون هم پس قرار اجتماعی باشه یا اینکه بیشتر راجع به زنه؟ تیم آلبوم جدید آره بیشتر راجع به زن خواهد بود، راجع به مسائل روزمره زن. برای اینکه با دوستم ساناز، اون خودش خیلی شعراش قشنگه و زبون زن خیلی قشنگ میتونه بیان بکنه احساساتشو. خب چه جالب الان این صحبتی که کردین، یه سوالی که پیش اومده اینه که کلن به عنوان یک خواننده زن، کلن ما مارکتمون خواننده زن خیلی کم داره. یعنی دقت کردش نسبت به خواننده‌های مگ، در صورتی که مال مارکت های دیگه آدم میبینه زن هم به همون اندازه فعال هم. ولی دلیلش دقیقاً چیه؟ مشکلات کار کردن توی مارکت ایرانی به عنوان خواننده زن چیه؟ حالا خارج از ایران، داخل ایران که خب مشخص مشکلات چیه؟ آره میدونی واقعا نمیدونم، حالا حتما با ایرانی ها این مسئله هست یا با... البته گفتی که در همه جا زن ها بیشتر فعالن. خب اون که هست، ولی من فکر میکنم که برای زن خیلی مشکله، به خصوص زنی که میخواد زندگی خانوادگی هم داشته باشه. درسته. که بیشتر زن ها این رو میخوان، همه میخوان زندگی خانوادگی. من یادم من وقتی که باردار بودم بچه اولمو 8 سال پیش بود، با آقای شهرام شب‌پره یادم ما مصاحبه داشتیم. شهرام گفتش که تو آماده ای که هم آواز بخونی هم بچه دار بشی؟ گفتم این حرفا چیه، معلومه راحت. گفت فکر نمی‌کنم شهرزاد جون. گفت من چون مردم، خب خودش هم بچه داره، مردم بچه رو میذارم پله خانومم، میتونم برم سفر، میتونم هزار تا، ولی برای شما سخت خواهد بود. گفتم بابا این حرفا چیه. درست همین اتفاق افتاد، متاسفم که میگم، ولی واقعا سخته که آدم بتونه زندگی خانوادگی داشته باشه و با تمام سپورتی هم که میشم از طرف شوهرم باز هم مشکله که آدم بتونه فعال باشه خیلی در چه جاله. اتفاقا من میخواستم بپرسم که شما از طرف خانواده سپورت میشین، اون حمایت رو دارین؟ خیلی. ولی با این خیلی. حال خب یه سری مسائل هستی که آدم میخواد مادر نمونه، همسر نمونه باشه، یک مقدار اینها هستش و همکارا هم یه مقدار کمتر با آدم میخوان همکاری بکنن در زمینه موسیقی. حوصله ندارن با زنی که حالا شوهر داره بچه داره به هر دلیلی. آره میدونی خیلی جالبه، برای همین خوبه که آدم زنها با همدیگه کار کنن، هوای همدیگه رو داشته باشن، خیلی مهمه این قضیه. شهرزاد جان گفتی گروه سیلوه و من خیلی جالبه بتونم، هنوزم خب این جزء اولین گروه هایی بود که گروه های دخترانه، ما کلن توی مارکتینگ ایرانی فکر میکنم که گروه دخترانه نداشته باشیم که اون موقع شما وقتی که اومدین خیلی جالب بود. هنوزم ارتباط داری باهاشون؟ حقیقتش نه ارتباط نه. ما خیلی با هم دیگه فرق داشتیم، البته در اون زمان و اون مکان که با هم دیگه بودیم یکی دو سال دوستای خیلی خوبی بودیم و همکاری خیلی هم خوبی داشتیم با هم دیگه، ولی بعدا متوجه شدیم که تیپ هامون با هم خیلی فرق داره. هر کی یه نوع موزیک دوست داره و اینا، که دیگه بعد از اون که جدا شدیم هر کی یه ور رفت. و ولی میدونم دلیل جدایی همین بود. دلیل جدایی این بودش که ما قرار بود که برای آلبوم سیلویت، برای ببینین آلبوم اول که همون خوشت خانم روش بدونه، این مقدار آهنگای خیلی جالبی داشتش که خیلی پربار بود. برای آلبوم دوم قرار شد که جهت تغییر بکنه، حالا میخواستن که ما حتما باید مینی جوب بپوشیم در این آهنگ و ویدیوها و خیلی آهنگای متفاوت تر بخونیم. خب من گفتم اونا خیلی خوبه، اشکالی نداره، ولی من به شخصه کسی نیستم که کسی من بگه تو چی بپوش، چی کار بکن، چی نخون. سخت بود، من رفتم سر رفتم. و وقتی هم که جدا شدین هم کارها کاملا متفاوت بود، یعنی هر کدومتون یه جوری یه سبک بود. درست رفتیم به سوی اون چیزی که خودمون باش راحت بودیم. شما اولین کارتون هم بلوار میرداماد بود فکر کنم، بعدش بود که بله شعر پدرم هست، پدرتون بله شعر گفتن. خب حالا من یه سوال باز دوباره سوالی که دوستانتون پرسیدن، خب شما آلبومتون به زودی به بازار میاد، این یه خبر خیلی خوب، ولی کلن اگر که بخوان با شما در ارتباط باشن، به خاطر اینکه شما من گفتین که قبل از اینکه مصاحبه شروع کنیم گفتین که فعالیت دارین، یعنی شعر میگین، تک آهنگ میدین، چه جوری میتونن با شما در ارتباط باشن؟ از طریق فیسبوک بهترین جوری، برای اینکه من تقریبا
هفته ای 3-4 دفعه آپدیت میکنم، مینویسم راجع به کاری که دارم انجام میدم. کنسرت هم خب کنسرت هم یه موقع کوچیک‌تره ولی کنسرت میدم و آهنگم تا الان مثلا میتونم بگم 4-5 تا آهنگ الان هستش که از طریق وبسایت خودم میشه مثلا MP3 شو به فراهم کرد. بله برای همین فیسبوک بهترین فیسبوک میتونن اونجا تک آهنگای شما رو دانلود کنه، همه چی هست، اطلاعات هر چی که بخواید اونجا هست، در جریان کاراتون قرار بگیرن. چقدر خوب. و کنسرت هم که داره دیگه، یعنی اونجا میتونن تاریخ کنسرت های شما رو ببینن که کجا هست، تماس هم مسیج هم میتونن به من بزنن. چه عالی دیگه، چی از این بهتر. کنسرت من یه سال من جان تونتون دارم سوالی بپرسم. کنسرتی که در آینده خواهید داشت آیا به زودی هست یا اینکه فعلا برنامه برای کنسرت فکر کنم الان وقتشه که در لس آنجلس یه برنامه بذارم، ولی میخوام صبر کنم این آلبوم به اتمام برسه و در بیاد، برای اینکه بعد کار جدید داشت برای اینکه قشنگ آدم یه تور بذاره یه کنسرت بذاره اینا. این آلبوم که آماده شد قول میدم قول دادین دیگه. من سوالی که میخواستم بکنم این که شما وقتی که شروع کردین کی سپانسرتون بود، کی حمایتتون کرد برای شروع کردن کار؟ چون اونم باز برای شروع کردن کار ایسا خیلی مهمیه. ممکنه برای خیلی این سوال باشه کمپانی که دوست دارم. با گروه سیلویت کمپانی سپانسر ما بود. بعدن که من خودم ولی تنها کارم رو شروع کردم، من خودم کارم رو تهیه کردم، آلبوم اولم قصه ما رو، و اونو و خوب بود، بازگشتش هم خیلی خوب بود، آلبوم خوب فروش کرد. آلبوم دوم باز کمپانی با من بود، سوم خودم. متوجه میشم که ببین وقتی با کمپانی کار میکنی خیلی همون باید جوابگو باشی و هی هم میخوان که استایل موزیکو عوض بکنه، حق هم دارن، خب هر کی میخواد که در کارش موفق باشه پول در بیاره، ولی راحت تر آدم خودش این کار رو انجام بده، ولی وقتی این کارو میکنی طول میکشه بین کارات. همکارتون با آقای فرمرز اصلانی چجوری بود؟ خوب بود؟ خیلی خوب بود. واقعا این شخص آدم دوست داشتنی هستش. کارش خیلی قشنگه. من سالهاست کارش رو دنبال میکنم و بزرگی کرد خودش از طریق فیسبوک با من تماس گرفتن قبل از اینکه این آهنگو با هم بخونیم، که فقط خواستن که حمایت کنن، گفتن کارات قشنگه و اینجور چیزا، خیلی دلگرمی داد به من. و من از اونجا بود که گفتم من دلم میخواد باشون آواز بخونه، حالا باشون تماس میگیرم. تماس گرفتن، انقدر مهربون و خوب هستن که اینا هنگ برای تو اینجا بودن چند شما اصلا خیلی آدم دوست داشتن. خیلی چه عالی. مرسی شرزا جان، مرسی از اینکه دعوت ما رو قبول کردی. مرسی از دعوتتون. واقعا با ستون آرزوی موفقیت بیشتر میکنم، بخاطر اینکه میدونیم موفق هستیم، موفقیت بیشتر. مرسی. و منتظر هستیم که هرچه زودتر قول دادین که آلبومتون بیاد بازه. تصمیم دارین که ویدیو هم درست کنین از آهنگای این آلبوم؟ من فکر میکنم مهمترین کاری که میشه کرد اینه که آدم از آهنگاش ویدیو درست بکنه. تأثیرش بیشتره، خیلی به مراتب بیشتره، و حتما این کارو میکنه. یک مشکلی که ولی باز فکر میکنم ویدیو داره اینه که یه مقدار تصویر آهنگ رو ممکنه عوض بکنه اگر ویدیو اشتباه درست بشه. اونم درسته، برای همین خیلی دقت به همون باید فکر رو خیلی کار آسونی نیست. واقعا وقفه میفته بین این کارا، خب این چیزی که باید همه بدونن، خب این همه این مشکلات وجود داره. ولی واقعا از طرفدارانی که در فیسبوک شما اون پیغام رو نوشتن واقعا تشکر میکنم ازشون. مرسی که دنبال کارم هستن و منتظرن. بله خیلی منتظرم. ولی خب الان دیگه دو تا خبر خوب دادین، یکی آلبوم به زودی میاد و دیگه اینکه توی فیسبوک شما میتونم با شما در ارتباط باشم. بسیار عالی، مرسی. ما با شما اینجا خدافظی میکنیم ولی قراره که با همدیگه بریم آخرین موزیک ویدیو شما رو ببینیم. بله. آهنگ ستاره، یک ستاره ندارم، یک ستاره ندارم. یا یک ستار هیچ با گروه دنگ شو. بله مال سال 2010. بله فکر میکنم سال 2010. واه خیلی وقت پیشه. خیلی وقت. 2010 2011. حالا پس با هم دیگه میریم این موزیک ویدیو رو میبینیم و مرسی واقعا از این که با ما بودید. خیلی ممنون، مرسی، متشکرم. دوستای عزیز به آخر برنامه امشب رسیدیم. برنامه مرتبلاس امشب رو با موزیک ویدیوی زیبای شهرزاد سپانلوی عزیز تمام میکنیم. مرسی از این که با ما بودید. تا یه مرتبلاس دیگه، خدا نگهدار. آسمان خدا یک ستاره ندارم، گوهر که نگو در زمان یکی سنگ خاره ندارم، موسیقی
کجا بروم با که می بزنم آشنای دلم کو به گریه مگر غم رود زمیان من که چاره ندارم به دامن این آسمان خدا تنها به جا نشان پروانه در این زمانه چه کردم ای ماه من تو این چنین سرکش به هر زمان میکشی مرا به صد آتش به یک بهانه به دامن این آسمان خدا یک ستاره ندارم